تکرارترین سوال توی ریدینگ و لیسنینگ سنتنس کامپلیشن هست. اگه میخوای تمام تکنیکاشو بهت بگم و نمونه سوال کاملا مشابهت رو حل بکنم و توی متنت بگم چجوری اسکیما اسکنش کنی، بیا که توی این ویدیو قراره همه چیزو بهت بگم. راستی یه خبر خوبی خواهم بهتون بدم، از این به بعد توی پیج توی کانال یوتیوبمون قراره یه ویدیو کوتاه و یه ویدیوی بلند هر روز به صورت روز به روز به ترتیب براتون پست بشه، یعنی روزانه قراره یه ویدیوی بلند و یه ویدیوی کوتاه داشته باشید. پس قدرتی و سرعتی برید جلو. Hi everybody, welcome to another episode of IELTS Learning Test. Here we want to speak about one of the most important questions in IELTS reading. Sentence completion. It is really, really repetitive in IELTS Learning Test. Okay, are you ready? So, go ahead. Hello everybody. خیلی خوش برگشتین به یه ویدیو دیگه. میخوام توی این ویدیو یکی از پرتکرارترین سوالات آیلتس رو با هم صحبت بکنیم دربارش و حل بکنیم که قطع به یقین یک سوم یا نصف سوالات به این شکل هستن و میتونم خیلی قدرتمندانه بگم که قطعاً چه توی لیسنینگ چه توی ریدینگ با این سوال مطمئن باشید که مواجه خواهید شد. خب در اینجا یه نکته داریم، میگه being able to locate information quickly. یعنی چی؟ یعنی اینکه اطلاعات رو پیدا کنید خیلی سریع. باید این هنر رو داشته باشید توی این سوالات جای خالی درک مطلب. و میگه که you need to find a suitable word to complete a sentence. و اون کلمه مناسب رو باید پیدا کنید. پس سرعت مهمه. It has a different kinds of noises here. Okay, anyway. خب از locate کردن، یعنی locate کردنشون quickly. پس سرعت عمل خیلی کافی باید داشته باشید و دقت کافی باید داشته باشید. بیاین که حالا دقیق تر این دیتیل میام توی سوال بهتون میگم. خب این سوال اول، in China if you refuse food the host will usually blah 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 the offer. خب ببینید will اینجا آورده، اولی که part of speechش، اول از همه سوال رو باید بخونید چون میگه تعداد کلمات رو اینجا بهتون میده، مثلا دوتا بیشتر نباشه، یه رقم هم باشه نباشه، اینو همه رو میگه بهتون. و گام اول سوال خوندنه. گام دوم چیه؟ گام دوم اینه که کیوردز هاشو مشخص کنید. خب refuse food the host offer و مهمتر از همه China. با China یا اینجا آلفردو، اینجا یه سری اسما داریم که راحت اگه همچین اسمایی بهتون بدن که قابل پرفریز و سینونیم نباشه راحت شما میتونید توی متن پیداش بکنید. خب قسمت گام سوم چیه و از همه مهمتر بدونیم که چی میخوایم اینجا، این اطلاع چی باید ما اینجا بذاریم، چه نوع اطلاعاتی باید بذاریم و part of speechش چیه. مثلا اینجا will استفاده کرده، بعد will مداله، بعدش فعل ساده میاد، فعل به صورت ساده میاد و باید ما اینجا یه فعل ساده داشته باشیم و دنبال یه فعل ساده بگردیم. اگه حالا ای گذشته باشه، ایدی بگیره یا پس پارتیسیپل باشه، اینا رو نمیتونیم بذاریم. خیلی مهمه. اگه سر دو تا چیز شک داشته باشین، سعی میتونید با part of speech اوکیش بکنید. این یوزوالی هم خیلی جاها حالا کامل شدن پازل معمولا ادورب کمک میکنن بهمون. خب
میگه اگه شما غذا رو رد بکنید، the host میزبان قطعا جای خالی آفری بهتون میده. حالا بعد بریم ببینیم که جمله به چه شکل پرفریز شده. خب بریم توی متن. China. Okay, where is China؟ بکنم دیدمش اینجاست. البته شما چه از آخر چه از اول، من خودم از آخر میومدم و میخوندم، ترتیب بر من مهم نبود و کلن مهم نیست توی اسکیم کردن، چون فقط ما دنبال کیبوردز ها میگردیم و لازم نیست بخونید و بفهمید چی گفته. ما الان اسکیم کردیم. In China, when we go to restaurant with colleagues, when we are offered، یه کلمه یه کیبورد دیگه دیدم، something we say no thanks even though we want it because the person will definitely هم ستون باشه به usually میخوره. will داریم اینجا، دوباره پازل داره کنار هم میاد، دوباره of the offer، so جای خالی مشخص شد، فعل ساده است و قبل و بعدش کاملا همونه، پس میشه repeat، جای خالیمون میشه repeat. همطور که دیدید نه زیاد متن رو خوندم، فقط به قبل و بعد کلمم جای خالیم نگاه کردم به طور دقیق و هم ویل بود هم ادوربمون بود و حالا کلمه های بعدش بود و چاینا هم که یکی از کلماتیه که قابل پرفریز نیست. So repeat. Okay. بریم سراغ بعدی. For Alfredo, food plays an important role in a person's یه چیزی. اوکی خب همینجا آلفردو با اسمش میتونیم راحت پیداش بکنیم توی متن. خب food plays an important role. Important role. خب persons یه چیزی. یه چیزی اون فرد. یه مالکیت به این به یه فردی داره. حالا جای خالیمون. پس احتمال زیاد اینجا یعنی 100% نونه. 100% نونه. خب بریم ببینیم که چیه. بریم توی متن. اول از همه برای سهولت کار اینجا آلفردو رو که داریم. پس توی قطعا توی این باید جواب ما باید باشه. خب بریم سراغ دنبال کیبوردز های دیگه. وقتی میایید اینجا سعی میکنید که کیبوردز ها تو ذهنتون باشه و سعی نکنید که برگردید، مخصوصا توی آیلتس کاغذی، چون که یه مقدار سخته، ورق بزنید وقت کم میاد، یه جوری باید حفظ بکنید اون کیبوردزتون رو. اوکی بریم که گفتیم که important role، food of an important role in a person's یه چیزی. اوکی food، شما هم با من اسکیم بکنید. خب اینجا آمده گفته a lot of people. وقتی میاد people میگه، حالا میتونیم person هم در حساب باید یه سری افراد میگه یه چیزی میگه، پس حالا من یکم دقیق‌تر میشم اینجا. خب نگاه بکنید، یک چیزی که اونجا داشتیم میگفت in a person's یه چیزی، یه مالکیت بود. اینجا اون مالکیت رو میاد یه جور دیگه پرفریز میکنه. این سوال قشنگیه، اینجا سوال قشنگ میشه چون پرفریزش خاصه. اومده گفته what are you saying about yourself. ببینید اینجا ما مالکیت رو به یه شکل دیگه داریم، یعنی وقتی میاد میگه your identity، هویت تو، غذا بخشی از هویت توه، so what are you saying about yourself،
یور اومده استفاده کرده، یورسلف اومده استفاده کرده و قشنگ مالکیت رو میتونید ببینید. فود هم که داشتیم جزء کیورد هامون بود و قشنگ میاد میگه و این رو عنوان میکنه. اوکی. Part of your identity where you're saying. So, خیلی حواستون باشه به این نکته و حتما فوکس باشید در برش. از اینجا میشه identity. What's going on? Okay. بریم بعدی. In India, you should not use your جای خالی when eating. از یه چیزی نباید استفاده کنی. اینجا قطعا noun داریم. اول اینکه should باز مدال اومده، مدال هم یه جوری کمک میکنن به همون. و not داریم. جمله منفی شده. و اینجا اومدیم که گفته یه چیزی رو نباید استفاده کنیم موقع خوردن. به قبل و بعد جای خالیتون خیلی توجه داشته باشید. باز اومده یه مالکیت یور داده. یه چیزی نباید استفاده بکنید. اوکی، بریم توی متن. ایندیا داشتیم. سو باید بگردیم اول دنبال اون کلمه که قابل پرفریز نیست. خب اینجا ایندیا نمیبینم. اینجا که گشتیم ایندیا رو ندیده بودیم. اینجا هم که چاینه داشتیم پایینش رو نگاه میکنیم. نگاه کنید وقتی شما اومدید و یه سری چیزا رو دیدید کلن با متن آشناییت پیدا کردین و این خیلی بهتون کمک میکنه. به خاطر همین میگیم که اول سوالاتی مثل جای خالی یا true false not given رو اول بذارید و اونا رو انجام بدید. ایندیا پیدا کردیم. خب میاد چی میگه؟ میگه اینجا باید اسکن بکنم. میگم probably the best place I've been to is India as everything is divided into big or non-big so you know exactly what you're getting. خب ببینید اگه من اینجا پیدا نکردم حالا اون چیز مد نظرم رو میام پایین تر یا میرم بالاتر چون همون حول و حوش معمولا. حالا ممکنه جلوتر یه چیز دیگه در رابطه با اون حالا کشور اومده گفته باشه و ریفر داده باشه با ایتس یا حالا ضمیرای به این شکل. In many countries, they don't even realize that there is a concept of not eating meat or ethical reasons. Okay, not eating meat. خب خب این سه تا تمرین از این اکسرسایز رو ازتون میخوام چون که هر کدوم یه نکته خاص به خودشون رو دارن. میخوام که اول اینکه هم خسته نشید هم توی ویدیوی بعدی براتون بذارم و بهتون بگم که این خبر خوب بدم که از این به بعد ویدیوهای بلند هر روز یک ویدیو بلند و یک ویدیوی کوتاه خواهیم داشت با هم دیگه و پیگیر باشید توی کانال یوتیوب ما و خلاصه قراره قدرتی و سرعتی بریم جلو. Anyway. خب